در ارتباط با همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در تاریخ 12 تا 14 اکتبر 2012 برابر با 21 تا 23 مهر ماه 1391 مصاحبه‌ای داریم با فرزانه عظیمی، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران. با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، سوال نخست من از شما اینه که آیا برنامه‌های این سه روز همایش روشن شدن؟ بله، با سپاس از شما برای این مصاحبه. برنامه‌های همایش در این سه روز بر اساس اولویت‌های سیاسی و همچنین پاسخگویی ما به وظایف تشکیلاتی تنظیم شده. همونجور که می‌دونید این همایش ما در شرایطی برگزار میشه که ایران در بحران عمیقی به سر میبره و ادامه وضعیت موجود در کشور ناممکنه. همین امر زمینه ساز تحولات مهمی در کشور ما هست که بررسی این شرایط در واقع محور بحث‌های همایشه که بحران اتمی، تحریم‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی ناشی از اون و همچنین وضعیت آینده جنبش سبز، نکاتی که در اتحاد جمهوری خواهان در همایش اتحاد جمهوری خواهان بهش خواهیم پرداخت. از موضوعات دیگری که در این همایش بحث خواهد شد، سیاست‌های جمهوری خواهان و ضرورت همگرایی هرچه بیشتر نیروهای جمهوری خواه در ایران و به خصوص تحولات آتی و سیاست‌های ما در رابطه با انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود. مرسی از پاسختون. در رابطه با شکل برنامه میتونید توضیح بیشتری در مورد این سه روز همایش اتحاد جمهوری خواهان ارائه بکنید؟ اول این همایش در سه روز برگزار میشه. همونطور که اشاره کردید، اولین روز همایش در واقع برنامه صبح با گزارش سیاسی در رابطه با فعالیت دوره سه ساله گذشته که خواهد بود، و بعد از ظهر ما دو میزه گرد داریم که به دو موضوع متفاوت خواهند پرداخت. یکی از این میزه گرد ها به بررسی اوضاع سیاسی کشور، همونجور که گفتم بحران اتمی و نتایج اون در عرصه های سیاسی اقتصادی خواهد پرداخت که ما تلاش کردیم با دعوت از متخصصین و فعالین سیاسی در این میزه گرد حول ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از این بحران بحث و تبادل نظر کنیم و همچنین تلاش میشه که راههای چگونگی تداوم جنبش سبز و تاثیرگذاری نیروهای جمهوری خواه بر تحولات سیاسی کشور رو صحبت بشه. میز گرد دیگه در رابطه با بحث همگرایی و همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه هست که در این حال به موانع پیشاروی این اتحادها و تلاش برای راهیابی به مشکلات خواهد شد. در این حال توی این میزه گرد هم سعی کردیم که از نیروهای مختلف جمهوری خواه دعوت کنیم تا بتونیم بحث و تبادل نظر به اصطلاح مفصل‌تری داشته باشیم و تلاش بشه باز برای همگرایی و اتحادهای هرچه گسترده‌تر نیروهای جمهوری خواه. روز دوم به ارائه سند سیاسی خواهیم پرداخت و در این اینکه نویسندگان سند صحبت را آغاز خواهند کرد، تلاش کردیم از طیف وسیعی از سخنرانان دعوت کنیم که این دعوتها بعدا انجام شده و برخی از اونها هم به زودی انجام خواهد شد و تلاش میشه که باز به هر سخنران حدود 10 دقیقه فرصت داده بشه تا نظراتشون رو بیان کنند و توی این میزگرد ها هم سعی کردیم تنوع نظری ولی در این حال رعایت ولی در این حال از جوانان و به خصوص زنان هم تلاش شده تا اونجایی که ممکنه در این سخنران ها و میزگرد ها شرکت داشته باشن. در روز سوم به مباحث سیاسی، سند سیاسی و سند تشکیلاتی خواهیم پرداخت و تصویب اونها و همایش با انتخاب شورای هماهنگی طبق معمول به پای سوال بعدی من این هستش که آیا اسناد مورد بحث همایش قبل از همایش در اختیار عموم قرار خواهند گرفت؟ بله، همیشه ما قبل از همایش اسناد رو در سایت جمهوری منتشر می‌کردیم. این بار هم این کار رو خواهیم کرد در سایت جمهوری و فیسبوک اتحاد جمهوری خواهان. این اسناد منتشر خواهند شد و
طبیعتاً ما از دخالت نظری فعال همه کنشگران سیاسی و مدنی برای هرچقدر کردن این مباحث استقبال خواهیم کرد و امیدواریم که قبل از همایش هم بحث و تبادل نظری در سطح علنی روی این اسناد انجام بشه. مرسی از پاسختون. از چه کسانی برای حضور در همایش دعوت شده؟ آیا محدودیت خاصی برای حضور در همایش وجود داره؟ نه، ما هیچگاه محدودیتی نداشتیم و همه علاقمندان میتونستن در همایش های ما حضور پیدا کنن. این بار یه مقدار دعوت ها وسیع‌تر شده به این شکل که در سه سر ما این دعوت ها رو انجام دادیم. یکی دعوت رسمی از سازمان‌هایی که ما با اونها به نوعی همکاری و همگرایی و اتحاد عمل داریم، یا اینکه چشم‌انداز چنین اتحاد عمل‌هایی رو و همکاری‌هایی رو پیش رو داریم. دیگری دعوت از شخصیت‌های سیاسی و همچنین فعالان مدنیه که تعدادی از این دعوت شدگان در واقع در میزگردهای ما شرکت خواهند داشت و یا در لیست سخنرانان روز دوم قرار دارند. و بالاخره دعوت عامه که ما از همه همیهنانی که به سرنوشت جنبش جمهوری خواهی در میهنمون علاقمند هستند و مایلن که در همایش ما شرکت کنند، این دعوت عامه رو خواهیم فرستاد و طبیعتاً شرکت این دسته از علاقمندان احتیاجی به هیچ گونه اطلاع قبلی نداره و ما همونجور که شما اعلام کردید در شهر تکون در روزهای 12 تا 14 اکتبر این همایش رو برگزار خواهیم کرد و طبیعتاً از شرکت هرچی وسیع‌تر علاقمندان استفاده میکنیم. مرسی از پاسختون. تا اونجایی که متوجه شدم در خلال صحبت‌های شما از نزدیکی نیروها بارها صحبت شد. سوال من این استش که نزدیکی نیروها از نظر شما شامل چه جریان‌هایی میشه؟ بله، هدف ما از همون آغاز ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوری خواه بوده و هست و نیروهایی که در واقع در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظری و همسویی داشته و دارن. این نیروها از یک طرف شامل نیروهای جمهوری خواه در خارج کشور هست و از سوی دیگه نیروهایی که در داخل ایران هستن. در خارج از کشور علاوه بر همکاری ها و اقدامات مشترکی که مثلا در سطح دادن اطلاعیه های مشترک این نوع جریان در زمینه های حقوق بشری بوده، ما همکاری هایی داشتیم، ولی در این حال گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه مفصلتری هم با سایر نیروهای جمهوری خواه داشتیم که در مواردی سطح مذاکرات پیشرفته تره، از جمله گفتگوهایی که در واقع مذاکرات دو جانبه ما با دوستان اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایرانه که با هدف وحدت تشکیلاتی نزدیک یک سال جریان داره و ما امیدواریم که در همایش آتیمون بتونیم نتایج روشنتری از این مباحثات بگیریم. در این حال با نیروهای دیگه جمهوری خواه از جمله با دوستان سازمان جمهوری خواهان ایران که مدتی پیش از ما جدا شدن و همچنین دوستان جنبش جمهوری خواهان لایک دموکرات گفتگوهای غیر رسمی و رسمی داشتیم و این گفتگوها ادامه داره و از اونها هم ما برای همایش از این دوستان هم دعوت کردیم. در این حال بخش دیگری از نیروهایی که شامل این همگرایی میشن نیروهای ملی مذهبی و اصولا نیروهای جنبش سبز هستند که با توجه به سرکوب چند سال اخیر در ایران بخشی از اونها به خارج از کشور اومدن و حضور اون نیروها در خارج از کشور کلن فضای جدیدی رو ایجاد کرده و ضمن غنی‌تر کردن در واقع مبارزات در سطح خارج از کشور زمینه ای رو هم برای تفاهم بیشتر و تبادل نظر بین این نیروها فراهم کرده و ما تلاش میکنیم که این موقعیت رو به یک فرصت تبدیل کنیم برای در واقع پیدا کردن راه حل‌های مشترک، همکاری‌های بیشتر و به همین دلیل هم این بار دعوت وسیع‌تری از این نیروها رو به همایش پنجم انجام دادیم. مرسی از پاسختون. به عنوان آخرین سوال، کمتر از 10 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده.
آیا در برنامه های همایش پنجم تئاتر جمهوری خواهان به این موضوع خواهید پرداخت؟ دقیقا به همین دلیل هم هست که به دلیل اهمیت اوضاع سیاسی و مشکلاتی که کشورمون در حال حاضر با اون درگیری، ما یک میزه گرد رو هم که گفتم به این مسئله اختصاص دادیم. در این حال سند سیاسی که به این موضوع میپردازه و روز دوم همایش کلن به سند سیاسی و مباحثات مربوط به این مسئله اختصاص داره، نشون میده که چقدر این مسئله برای ما مهمه. همونجا که میدونیم چالش های پیش روی جنبش، در واقع یکی از اونها هم انتخابات 11 ریاست جمهوری، گرچه هنوز نشانه های بارزی از باز شدن فضای سیاسی و شرایطی که برای حضور در انتخابات در واقع جنبش سبز و همراهان اون اعلام کردن دیده نمیشه، ولی ما امیدواریم که در هر صورت همایش امکانی بشه برای اینکه ما بتونیم بحث همه جانبه تری و با حضور نیروهای جمهوری خواه و جنبش سبز روی این مسئله بکنیم و چه بسا بتونیم به این مسئله که یکی از دغدغه‌های اصلی و عمومی نیروهای جمهوری خواه هست و نیروهای آزادیخواه کشورمون بپردازیم. و فکر میکنم که در واقع ما بتونیم در این همایش با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو هست، همین امر وسیله بشه و امکانی رو فراهم کنه برای همفکری و تبادل نظر بیشتر نیروهای آزادیخواه و جمهوری خواه برای ارائه راه حل و بیرون رفتن از بحران‌های سیاسی و اقتصادی که در واقع کشور در حال حاضر باهاش روبرو هست و انزوای بین‌المللی ناشی از اون. و امیدوارم که بتونیم راه‌هایی رو برای مشارکت هرچه بیشتر در حیات سیاسی کشور با تبادل نظر با سایر همفکرانمون در این همایش پیدا کنیم و چه بسا به اتحاد عمل روشنتری در این زمینه‌ها دست پیدا کنیم. خانم فرزانه عظیمی، واقعا از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. در پایان اگر نکته‌ای نگفته مونده باشه به نظرتون، خواهش میکنم بفرمایید. میکروفون در اختیارتونه. دوباره از شما تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم. بفرمایید. ممنون از شما. 100% نکاتی هست که نگفته هست و من امیدوارم که در مصاحبه‌هایی که شما حتما در آینده قبل از همایش انجام خواهید داد، دوستان دیگه به اون نکات بپردازن و یک بار دیگه همه دوستانی که امکان شرکت در همایش رو دارن دعوت میکنن که در این همایش شرکت کنن و به امید دیدار در همایش ما در کنن. ممنون از شما.